امشب کوچه های مدینه داغ دارند و بقی چشم انتظار آخرین مسافر خیش است بقی آشنایی قریب بقی مزار بیچراغ و فانوسی که مظهر مظلومیت هزار و ساله است در بقی روزه لازم است خودش مرسیه مجسم است مولای من قسم به بقی قسم به فجر قسم به اولین سپیده دم ادالت که موجزه مهدی به وقوع خواهد پیوست و آستان کبریایی تو برای همیشه در آغوش آرزومندان خواهد بود آقا به حق تربت پنهان مادرت دست ما را بگیر دست ما را بگیر که از قوقای فتنه آخر و زمان و قیبت اماممان از سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز با ویژه برنامه شهادت امام صادق علیه السلام برنامه رئیس مذهب در خدمت شما عزیزان هستیم خدا رو شاکریم خوشحالیم که در این لحظات ما رو برای دیدن انتخاب کردید امیدوارم که بتونیم یک برنامه خوب برای شما ارائه بدیم دوستان عزیز موقعی که همه ما تو رحم مادر بودیم و یک بچه توی رحم مادره اگر ازش میپرسیدن که این چشم تو داره برای چی تشکیل میشه اون نمیدونست چون در ظلمات رحم مادر محصور بود میگفت من که چیزی نمیبینم نمیدونم این چشم برای چی داره تشکیل میشه و همینطور اگر میپرسیدن این گوش تو برای چی داره تشکیل میشه اگر زبان داشت میگفت من که نمیدونم یه صداهای مبهمی میشنوم ولی واقعا نمیدونم این گوش به چه درد من میخوره و همینطور این انگشتانی که خدای تعالی انقدر زیبا آفریده اگر از اون میپرسیدن اینها به چه کارت میاد اگر زبان داشت جواب میداد که من که اینجا اسیرم و در هم پیچیدم نمیدونم این انگشتان من به چه کاری میاد اون موقعی که این بچه از رحم مادر به دنیا اومد تازه فهمید که این چشم برای دیدنه این گوش برای شنیدنه این انگشتان خیلی به کار میاد اگر نبود دچار زحمت میشدم اگر این پاها شکل نمیگرفت چطور راه میرفتم اون موقع است که میفهمه خدای تعالا در اون ظلمات رحم مادر چرا ریز به ریز اندام های ما رو برامون آفریده و انقدر زیبا خلق کرده پیامبر اکرم دنیا رو نسبت به آخرت تشبیه کردن به رحم مادر نسبت به دنیا یعنی وقتی ما تو دنیا داریم زندگی می کنیم انگار در یک رحم محصوریم در ظلمات یک رحم محصوریم و خیلی چیزها رو حقیقتش رو متوجه نمیشیم ولی وقتی از رحم دنیا به دنیای آخرت به دنیا اومدیم و متولد شدیم تازه میفهمیم اون چیزهایی که در دنیا به ما سفارش کرده بود خدا و ائمه خدا به چه کار ما می اومد که از دنیا رحم آخرت دنیا رحم آخرت اون موقع است که میفهمیم خیلی از کارهایی که خدا بهمون سفارش کرده بودش به چه دردمون می خواهد؟ یکی از کارهایی که خدای تعالی به ما سفارش کرده نمازه در روایات هستش کسی که کاهل نماز باشه مبتلا به بلاهای زیادی در آخرت میشه یکیش اینه که لال و کور و گنگ محشور میشه نه چیزی میتونه بشنوه نه میتونه چیزی بگه نه میتونه حرف بزنه شاید به خاطر همینه که رئیس مذهب ما امام صادق با این که مثل جدشون رحمت و للعالمین هستن در اواخر لحظات آخر عمر مبارکشون همه خانوادهشون رو جمع کردند و فرمودن که همه خانواده رو جمع بکنید تا من وصیتی به اونها بگم همه دور بستر امام صادق جمع شدند امام صادق چه وصیتی میخواد بکنه که اینقدر مهم همه رو صدا کرده امام صادق علیه السلام فرمودن لا ینال و شفاعتنا من استخف و به بدونید که شفاعت ما نسبت به اون کسی که نماز خودش رو سبک میشمره نمیرسه این به خاطر این بودش که امام عزیز ما امام مهربان ما نخواست که ما در آخرت کور باشیم کر باشیم گنگ باشیم آخرت هم ابزاری داره برای زندگی کردن همونجوری که دنیا ابزار داره تو دنیا احتیاجی به مرکب داری برای اینکه از جایی به جایی بری تو دنیا احتیاج به خانه داری تو دنیا احتیاج به اسباب و لوازم آسایش و آرامش داری آخرت هم احتیاج به یک ابزار و آلایی داری که این ابزار و آلا یکیش نمازه امام صادق علیه السلام با این وصیتی که به ما کردن سفارشمون کردن که نماز رو سبک نشماریم که مبادا تو آخرت لنگ بزنیم مبادا تو آخرت در مونده باشیم اما راجب نماز واقعی در کتاب تحف العقول از امام صادق علیه السلام حدیثی ذکر شده راجب نماز و نمازگزار واقعی آیا نماز خواندن همینه که من 17 رکت در طول روز نماز بخونم و عبادت خدا رو بکنم آیا این یک بسته و یک همراهی با خودش نداره که کامل بکنه نماز رو امام صادق علیه السلام در کتاب توحف العقول نقل شده در سفارشاتی که به پسر جندب فرمودند فرمودن ای پسر جندب خداوند جلیل و عزیز در یکی از وحی های خود میفرماید به راستی که من نماز کسی را میپذیرم که در برابر عظمت من سر فرود آورد و به خاطر من نفس خود را از شهوات باز دارد و روزش را با یاد من سپری نماید و بر آفریدگان گا من بزرگی نفروشد یعنی فخر فروشی نکنه این یکی از کامل کنندگان نماز مؤمنه مؤمن نماز میخونه و این نمازش او را از فخر فروشی کردن دور میکنه گرسنه را سیر کند اینها کامل کنندگان نمازه گرسنه را سیر کند و برهنه را بپوشاند و به مصیبت دیده مهربانی نماید اینه که نماز رو کامل میکنه و قریب را جای دهد اون کسی که قریب بیچاره است اگه میتونه بهش جایی بده اگه میتونه بهش معوایی بده کمکش بکنه چنین کسی مانند خورشید میدرخشد و من در تاریکی ها برای اون نور قرار می دهم یخرجه من از ظلمات ال نور این نماز واقعیه و در نادانی برای او بردباری در برابر خشم نصیب سازم اگه نماز واقعی بخونه و این کارها رو انجام بده کمکش میکنم که کازم القیز باشه ولا آفین ان ناس باشه محسن باشه همونجوری که آیه شریفه میفرماید هم خشم خودش رو به فرو بخوره هم مردم رو عف بکنه هم از نیکوکاران باشه و در سایه عزت خود از او پاسداری نمایم نمازگزار واقعی خدای تعالی در سایه عزتش از او نگهبانی میکنه و فرشتگانم را نیز محافظ او قرار دهم و آن بنده مرا بخواند و من پاسخش گویم نمازگزار واقعی که همه این اعمال رو کنار نمازش داشته باشه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر هم نمازش او رو از فحشاء و منکرات به دور بکنه هم به حسنات او رو ترغیب بکنه چنین آدمیه که خدای تعالی میفرماید به فرمایش امام صادق که اگر از من چیزی بخواد من برای او فراهم میکنم پاسخش رو میدم و اگر از من درخواست نماید به او عطا کنم چنین بنده ای نزد من همچون باخهای بهشت است که میوه هایش بی و تغییر ناپذیر است از خدا می خواهیم که ما را عمل کننده به این وصیت امام صادق علیه السلام قرار بده و جزو نمازگزاران واقعی که نمازشون اونها رو هم از منکرات دور میکنه، هم به حسنات ترغیب میکنه، جزو اون نمازگزاران باشیم این بخش از برنامه رو با یه دعای زیبا پایان بدیم که هممون می بگیم خدایا ما را از مسلین ما را از مسلین و نمازگزاران واقعی قرار بده انشالله که ما هم جز به اونها باشیم به حق محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج

ایام شهادت امام صادق علیه السلام رو مجددا خدمت شما تسلیت عرض میکنم کنم انشالله که ازاداری ما و شما تسلایی باشه بر دل داغ دیده ای آقا امام زمان ارواح و الفدا در خدمت استاد گرانقد جناب آقای حاج های ریاضت هستیم که قسمت های قبل هم در خدمتشون بودیم حاج ریازت ریاضت خیلی خوش آمدید ممنون شما هستیم بسیار فیض بردیم در قسمت های قبل از حضورتون ای شما هم صحبتی دارید با بینندگان بفرمایید که در خدمتون باشیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای مرتضوی خدمت شما و همه همکارانتون در شبکه وزین بیت باس همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز عاشقان و شیفتگان اهل بیت اسمت و تهارت که در این ایام و لیالی ازای امام صادق علیه السلام پای گیرنده هاشون بیننده برنامه شما هستن امیدوارم که دعای خیر شما رو محروم نفرد انشاءالله ممنونم آجا حاج آقای بزرگوار ما یکی از افتخاراتی که داریم و خدا رو به خاطرش حمد میکنیم محبت اهل بیت علیهم السلام همه ما به اندازه خودمون ادعا داریم که امام صادق علیه السلام رو دوست داریم آیا این رابطه اینکه ما محب به اهل بیت هستیم این آیا این رابطه یک طرفه هست و اگر یک طرفه نیست و امام هم ما رو دوست داره ما چه کاری باید انجام بدیم که محبوب امام صادق باشیم و امام صادق هم همون جوری که ما دوستشون داریم امام صادق هم ما رو دوست داشته باشه در یه تعبیری در روایات هست که اصلا هدف اصلی از ارسال رسول و انزال کتب تا از حضرت حق ایجاد رابطه دو طرفه بین انسان و خداست و برای اینکه رابطه دو طرفه بین انسان و خدا ایجاد بشه باید رابطه دو طرفه بین انسان و ولی خدا ایجاد بشه چون انسان باید خلیفت الله میشه دیگه برای اینکه خلیفت الله میشه انجا اونو پر خلیفه باید راهی که اونایی که به درجه خلیفت اللهی رسیدن و بره و اهل بیت مصداق اتم و اکمل خلفاء الله هستن دیگه اگر رابطه من با خدا دو طرفه بشه که مقدمش اینه که من رابطه با امام زمان دو طرفه بشه با اهل بیت دو طرفه بشه این تعبیر در زیارت جامعه دوم که زیارت امین الله در حال دعا اصلا خواسته میشه در زیارت ما در فراز اولیه زیارت امین الله به خدا عرضه میداریم که الله مجل نفسی مطمئنتن به قدرک تن به قضائک مولعتن به ذکرک محبتن لصفوت اولیائک محبوبتن فی ارزک و سمای من محب به برگزیدگان اولیاء تو باشم از اولیاء الله که اهل بیت هستن که به واسه این محبت محبوبتن فی عرضه که و سامایک محبوب بشم در آسمان ها و زمین خب کی انسان محبوب اهل آسمان ها و زمین میشه موقع که محبوب خدا شده باشه اگر کسی محبوب خدا شده باشه خدا محبش شده باشه همه عالم محب به اون میشه خدا کی محب بنداش میشه موقعی که اهل بیت محب این بنده بشه احب الله من احب حسینا اگه کسی رابطه محبتیش با امام حسین دو طرفه شد و خدا هم محب به اون میشه مثلا در درخواست هستن خب حالا چیکار بکنیم اصلا امکانش هست این اتفاق میفته که همونطور که ما محب اهل بیت باشیم اهل بیت هم محب ما بشن راهکارش چیه آیا شاخصه هایی داره که باید مثلا اون شاخصه ها رو به دست بیاریم تا بر اساس اون شاخصه ها محب اهل بیت بشیم یه روایتی است که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل میکنه و امام صادق علیه السلام درست به همین مطلب اشاره میفرماین که میفهمن انا لنحب من شیعتنا ما حراین محب محب مون میشیم مطور همه محب اون دسته از شیعیانی که این چند تا خصلت رو داشته باشن حضرت چند تا ویژگی رو بیان میکنن که اگر شیعه و محب اهل بیتی این ویژگی ها و شاخصه ها رو پیدا کرد رابطهش تو رابطه محبتی با اهل بیت دو طرفه میشه خب در قران کریم هم داریم که ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله اگر شما میخواید رابطه محبتتون دو طرفه بشه هم دیگه شما محب خدا هستید عاشق خدای خدا خدا عاشق شما بشه میگه میشه خدا عاشق کسی بشه میگه میشه خدا محب کسی بشه ما در زیارت اربعین میخونیم السلام علی حبیب الله و ابن حبیبه حبیب یعنی چی یعنی کسی که خدا عاشق او شده محب او شده چون حبیب یعنی معشوق دیگه یعنی محبی وجود داره اینجا امام حسین حبیب خداست یعنی محب امام حسین خداست خب این رابطه دو طرفه بین امام حسین و خدا چطوری ایجاد شده که هم امام حسین محب خداست و اون تعابیر بلند و در مناجاتش داره و هم خدا محب امام حسین علیه السلامه خب طبیعی است اونا خلفا الله هن به همه ویژگی هایی که خدا مد نظرش رسیدن تبعیته فتبعونی یحبب الله حالا ما میخوایم امام صادق که رئیس مذهبمون هست ما بهش علاقه داریم عاشقشیم محب بشیم میخوایم امام صادق هم محب به ما بشه چیکار بکنی؟ فرمودن این ویژگی هایی که حضرت تو این رو باید بیان میکنن تو خودتون ایجاد کنی اولین ویژگی که حضرت اشاره میفرماین خیلی عجیبه انا لنحب من شیعتنا کان ما از شیعیانمون اون کسانی که اینجوری هنو محب میشیم اولین ویژگی منکان عاقلا آقلانه رفتار کنه از نعمت خدا دادی عقلش نهایت استفاده شو بکنه آقلانه حرف بزنه آقلانه زندگی بکنه خب شما وقتی روایات اهل بیت رو میبینید میبینید امیرون میفهمد که اول ما خلق الله العقل ممکن این سوال پیش بیاد که آقا مطالا روایت شنیدیم که فرموده بودن که اول ما خلق الله نورنا اهل البیت اول سی خدا آفرید نور ما اهل بیت بود حالا شما اومدید میگید امیر مونی فهمد اول ما خلق الله العقل این چطوری میشه؟ علما میگن که الجمع و مهما امکن اولا من ترک یعنی اگه دو تا روایت بود که ظاهرش با هم نمیخورد اگه میتونی جمع کنی بهتر از این که بذاری کنار اگه تعارض داره در حال تعارض میگن اگه هر دو سندش محکمه و متنش هم محکمه وقتی تعارض داره بذار کنار هر دو رو بهش گوش استناد نکن اما اگه میتونی جمع کنی و توضیح تفسیری بدی که این ظاهر مت... متعارض رو با هم جنب. متفاهم کنی یعنی بگی یه معنا داره مفسرین گفتن عقل و نور اهل بیت یه چیزه، اصلا اهل بیت تجسم عقل ما میگیم پیغمبر عقل کامله انسان که داره عقل کامله کیه؟ پیغمبر اکرمه. اصلا نور اهل بیت و عقل اکمل و اتم یکی هن. دو دوتا نیستن یه مفهومن عبارت عبارتونا شتا و مقصدونا واحد مفهومش یکیه عبارت متفاوت خب از اون طرف هم داریم دیگه به امام صادق علیه السلام گفتن آقا یه نفر پیدا شده تو مدینه بعد جور خدا رو عبادت میکنه ما داریم کم میاریم از فهمون چطور مگه اما مثلا دو ساعت رکوبش جور میکشه سه ساعت سجدهش جور میکشه یه ساعت قنوتش جور میکشه لیتر لیتر از خوف خدا تو قنوت مثلا عشق میریزه ما داریم کم میاریم حضرت فهمدن که عقلو عقلش چطور امام صادق عرض کردیم رسول الله من رکو سجودش میگم از حالش میگم و گریهش میگم شما از عقلش میپرسی؟ تعبیری دارن آقای منتظمی خیلی عجیبه این تعبیر حالا من چون خودم معلمم به خودم میگم به بر نخورن حالا حدیث آپدیت میکنم نقله به مضمون حضرت فرمودن که احسانو به قدر المعرفه خدا به تعبیر ما معلم انشا است که وجبی نمره بده چند ساعت سجده طول کشید چند ساعت رکوع طول کشید چند ساعت قنوت طول کشید چرا گریه کرد خدا به اینا بخواد نگاه کنه و به اینا نمره بده بعد به ابن ملجم نمره بالایی بده چون نوشتن اینقدر سجده کرده بود که کف دستش پی بسته یه وقت میگه پیشونی پی میبنده زود رو مهر آدم سجدش رو زود پی سر زانوش پی بسته چون سنگینی بدن رو زانوه رو سجده میگه کف دست پی یعنی بعد خیلی که این صد و سجده آیا طولانی داشته باشه اگر بود خدا به رکوع و سجود نگاه کنه که خب باید عمر صد خبیص رو هم جزء نماز حساب بکنه که فرما در احسان به قدر المعرفه به ما خدا به دوز اقلانیت نمازتون نمره میده چون الاغلو ما او به الرحمن جدم علی فرمود امام صادق فرمود جد هم امیر المومی علیه السلام العقل ما عبدا به الرحمن اونی که خدا باش عبادت میشه نماز نیست اونی که خدا باش عبادت میشه عقله این نمازت عاقلانه هست یا نه روزت عاقلانه هست یا نه زیارتت عاقلانه هست یا نه خب من هشتاد کیلومتر میکوبم من نجف پیاده میرم کربلا زیارت عربعین میگه چرا میری میگم علامت مؤمنه خب زیارت عربعین چی میگم وا میستم بعد 80 کیلومتر پیاده به ابی عبدالله میگم این همه راه اومدم زیارتت کنم که شهادت بدم و بزل مهجته او فیک لیستن قضا عبادگم من الجهاله تو اصلا کشته شدی شش تا صد ساله کشته شدی که من از بی عقلی بیام بیرون چون جهل در مقابل عقل دیگه میگم فلان عاقل فلان جاهله در مقابل علم هم به کار میره یعنی اصلا امام حسین علیه السلام فرمود لا یک ملول اقل الا, الا به تباع الحق یه مثال بزنم یه قاعده در ادبیات عرب وجود داره میگن استثناء در سیاق نف مفید حسره یعنی چی؟ یعنی اگه من کلام منفی بیارم بعد الا بیارم یعنی استثناء بیارم ما قبل و ما بعد الا تو هم منحصر میشه یه مثال بزنم خوبه ببینید ما میگیم لا اله یک کلام منفیه هیچ معبودی نیست بعد میگیم الا الله یعنی الا رو که استثناءش کجا آوردیم تو کلام منفی آوردیم که لا اله هست هیچ معبودی نیست جز الله تو قاعده ادبیات عرب میگن چون الا در کلام منفی اومده ما بعد و ما قبل الا تو هم منحصر میشه یعنی معبود فقط و فقط الله هست و الله فقط و فقط معبود است باشه حالا امام حسین یک کلام منفی فرمودن فرمودن لا یک ملول عقلو کامل نمی شود عقل الا به طبعیت از حق یعنی تکمیل عقل فقط و فقط با تبعیت از حق است و طبعیت حق خروجیش تنها و تنها تکمیل عقل است این دو تو هم منحصر شد تو قاعده ادبیات عرب یعنی چی امام حسین فرمود حرکت من تبعیت از حق کل قصه آشورا تبعیت از حقه الا ترون ان الحق لا به و الباطل لا يتناها حرکت من تبعیت از حق یعنی خروجی حرکت من که تبعیت از حقه یه چیزه تکمیل عقل حالا ببینید ما تو خیلی از جلسات میشینیم میگیم که کار امام حسین عقلی نبوده آخو میشه یه چیزی خروجیش تنها و تنها تکمیل عقل باشه باید خودش خیر عقلی باشه ما حرکت امام حسین با عقل خودمون که عقل ناقصه میسنجیم میگیم عقلی نیست اگه با عقل محض با عقل تمام که گفتیم اهل بیت تجسم تمام نمای عقلن عقل اتم و اکملن اگه بسنجیم کاملا عقلیه چرا؟ چون عقل محض حقیقت نفگرا نف نیست ما خودمون رو عاقل میدونیم ولی دنبال نفع مونیم در حالی که شهدای کرما دنبال نف نیستن وقتی امام حسین میفرماد ان لله و انا الیه راجعون علی اکبر علیه السلام سوال میکنه بابا چرا این جمله رو فرمودی چرا این آیه رو خوندی حضرت فرمود شنیدم منادی ندام میده این راهی که داریم میریم آخرش مرگه کشته شدن تیکه تیکه شدن اسارت علی اکبر نفر ارز نکن بابا جا حالا که اینطوریه پس برگردیم یا رو رو عوض کنی. تو کنیم یا بشینیم یه بررسی کنیم چیکار آخرش کشت یه جا بفرم اول حق این را که داریم میریم حق هست یا نه حضرت فرمود و من احق و منا کی بر ما حقه کی از ما حق داره همین که مطمئن شد حقه عرضه داشت ازن لا نبالی بالموت یعنی عقل بعد از اون دیگه از مرگ نمی ترسی اصلا مهم چی میشه اگه حقه اینکه ما گفتم قول الحق ولو کان علک مالی کیه مالی کسی که عاقله قول الحق ولو کان مر را حق و بگو اگر چه تلخه نظر امام صادق فرمود ما عاشق و محب به اون دست از شیعان رو میشیم که آقلا آقلا یعنی چی یعنی حقیران چون عقل خلاف حق نمیپذیره من اگر یه جایی پا گذاشتم رو حق یعنی عقلم رو گذاشتم کنار ها، اسیر نفسم شدم همینجای بحث رو نگه داریم حاج آقا یه فاصله ای بگیریم یه میان برنامه ببینیم دل رو وصف بکنیم به حرم بقی و اشکی بریزیم در ازای امام صادق برمیگردیم اینشاالله در ادامه این حدیث مجدد خدمت شما بینندگان عزیز انشالله که با دیدن این میان برنامه دلهاتون بس شده باشه به امام صادق علیه السلام و ائمه بقی علیهم صلوات الله آجا محصرتون بودین فرمودید که اگر بخوایم محبوب امام صادق باشیم باید عاقل باشیم و این عاقل بودن خود به خود ما رو تبعیت به تبعیت حق دعوت میکنه یه جنبندی داشته باشیم که خب عرض شد که همونطور که ما محب اهل بیتیم اهل بیت هم محب ما میشن به شرطی که اون ویژگی هایی که اونا میخوان ما الان محب اهل بیتیم چون این ویژگی های خوبی دارن یه ویژگی های شاخصی دارن که کسی نداره از ما به خاطر این ویژگی ها عاشق اهل بیتیم میگیم آقا امیرالمومنین خیلی آقاست امام خیلی کریمه امام خیلی باوفاست ارباب ماست چرا؟ چون یه فضائلی رو تو اونها میبینیم شیفتشون میشیم عاشقشون میشیم خب حالا اهل بیت هم عاشق ما میخوان بشن محب ما بشن فهمون خب بعدون اون یه ویژگی های تو ما ببینن چه ویژگی هایی رو ببینن عاشق ما میشن فهمون اولیش عقله انا لنحب من شیعتنا من کان عاقلا حالا که مفصل عرض کردم ویژگی دوم فهیمن اهل فهمه اهل درکه خوب میفهمه خیلی ها ممکنه عقلم داشته باشن اما از این عقلشون استفاده نکنن چرا چون اون فهم و درک رو ندارن که آقا عقل یه نعمتی است که همه چی هست که حالا تعبیر یکی از بزرگان است که خدای به کسی که عقل دادی چه ندادی به کسی که عقل ندادی چه دادی خب اگر من به این فهم برسم که تو وادی اهل بیت شما باید این باب فهمتون باز میشه شما تو اذن دخول میگید که اعلم و ان رسولک که خلافه و خلافا که علیه احیا اندکه یرزقون یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون و سلامی و انکه هجب تنسم این کلام و فتحت باب فهمی به لدید مناجاته خدای احلاویت منو رو میبینن صدا منو می و سلام من رو جواب میدن و پرده و هجاب انداختی که این گوش فیزیکی من نشنوه چرا؟ چون به واسطه ارتباطی که من با اهل بیت پیدا میکنم زیارت میکنم حرف میزنم بعد یه اتفاقی بیفته حرف آخر زیارت و اول زیارت تو ازن دخول زده فتح باب فهمی باید تو زیارت باب فهم من باز بشه بفهمم یه چیزایی رو که تالا نمیفهمیدم خب حالا اگه فهمیدم اون وقت محبش میشم و او هم محب من میشه من میرم زیارت امام محب امام رضا به واسطه امام رضا فتحت باب فهمی به لدید مناجاته هم وقت امام رضا من میشه من میرم عاشق امام حسینم محب امام حسینم میرم کربلا پیاده میرم بعد وقتی وارد شدم فتحت باب فهمی این هجابه را انداخته اصل هد بوده چرا؟ چون حکمتش اینه که من فهم میشم رضا تو این باب فهم خیلی حالا قدیمی یه حرفایی میزدن خیلی ارزشمند بود این مشکلی ما الان داریم قدیمی مدرکشون خیلی پایین بود مدارک علمیشون اما درکشون خیلی بالا بود الان مدرک ها بالاست اما به اندازه مدرک ها درک بالا نیست ببینید وقتی میگیم ازدواج از هر صد تاش سه ست تا چهار داشت طلاق میگرفت الان میگیم از هر چهار تا دو تاش طلاق میگیره اون موقع همه سیکل بودن یا پنجم ابتدایی بودن یا تصدیق شیش ابتدایی داشتن اما درک بالایی از زندگی داشتن با همه چی با الان مدرگا بالا فوق فقرستان هن آمار طلاق هم بالاست چون درک از زندگی وجود نداره امام صادق علیه السلام فرمود من عنوان از شما نمیخوام فهم از شما هی عنوان به خودم بدی من عاشقم من محبم من نوکرم من خادمم اما اون فهمه نباشه به درد من نمیخوره خدا باید عقل داده اول عاقل و برای اون عقل درکت باید بیاد بالا فهمت بیاد بالا فقیهن ویژگی سوا فقیه یعنی چی؟ فهم عمیق یه فهم اول فهمود فهیمن درک داشته باشی میگه حالا شیعه من شدی باید درک عمیق داشته ما کسایی رو داریم با امام حسین تو کربلا اومده تا ظهر عاشورا با رکاب کر... با رکاب امام حسینه شش ماه تمام همه نماز صبح ظهر عصر مغرب شو صف اول پشت ربی عبدالله خونده بغل اول فاس بغل علی اکبر شش ماه تمام صبحونه نهار شام سر سفره بوده که ابی عبدالله بالا سفره بوده اول فاس رو به روش بوده حبیب بغلش بوده صبح عاشورا نماز صبحش رو خون پشت ربی عبدالله اومد تو میدون رکاب ابی عبدالله جنگید نماز زهر ازشم عصرشم پشت عبدالله تو کوران تیرباران نماز امام حسین توسط لشکر عمر سعد خبیس خون سلام نماز رو داد اومد به ابی عبدالله گفت آقا قرار بود این بردی باهات باشن داری میبازی برگشت زهاک ابن عبدالله مشروقی برگشت نرفت تو لشکر عمر سعد بازم میگفتی حسین میرفت تو دیوار بازم میگفتی عبیدالله میگفت لعنت الله علی اما درکی که باید داشته باشه نداشت گوه آقا قرار این بردی با باشم تا آخر داری میبازی از هم تو این بودش که اگه ببرن حالا بردم چی تعریف بکنی شما از کردیم جلسه قبل تعریف فرق میکنه نمیفهمید حالا ابی هم دنیا جمعه با من که دیشب فهمده من که میخواد بره بره نه آقا با من بعد وامی سادم ببینم بالاخره احتمال بردنتم بود بعد یه تعبیری ابی عبدالله دادن نقد و مضمون میکنم کلام ابی عبدالله رو که آقا بابا من روز دوم دو وارد کربلا شدم بردم تموم شد نفهمیدی یه لازم به آشورا نی ای کسی صحنه عاشورا رو ببینه همین که ابی عبدالله وارد کربلا شد یعنی برد تموم شد به فوز عظیم نه تموم شد خب این درک نیست یا یه درک اگرم هست یه درک کف رو آبیه فقه نی عمیق نی اگه کسی عبی عبدالله رو بفهمه اگه کسی امام صادق رو بفهمه عمیق بفهمه او وقت چی میشه؟ او وقت امام صادق میفرماید اینی لعستری هو ازار من شارج میشم تو رو میبینم آقا همه عالم تبقیره و یاد به امام معصوم شارج میشه به یوم نهی روز قلب را و به وجودهی سبدت الارض و سما همه ی عالم انرژیشو از امام زمانش میگیره از امام معصوم میگیره وقت آدم به یه جایی برسه که امام صادق بهش بفرماید انی لاستری هو هزار ایتوک من تو می 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 رو میبینم حال میام شارژ میشم این رابطه دو طرفه شده خود فهمه کی هشام ابن حکم یه جوان 19 ساله 20 ساله. که امام صادق میبینه تش میگه مرحبا به ناصر نا، به قلبهی و نسانهی و یده اینو به عنوان یاور خودم قبول دارم، این بار من نیست، یار منه هم با قلبش، هم با زبونش، هم با دستش چرا؟ منو فهمیده امام صادق به حبیب نامه نوشته میگه من به تو نامه نوشتم لعنک من فقه ها تو منو فهمیدی یه ما به امام علم داریم یه امام فهمیدیم انا لنا حب من شیعتنا من کان عاقلا فه فهیما فقیها اهل مداراس اهل مداراس با مردم شما ابی عبدالله رو ببینید چقدر مدارا میکنه ابن قهتبه میگه من تو کربلا با ابی عبدالله از ساشور درگیر شدم تنبه تن شدیم می گفتم میزنم حسین رو چند روز درست غذا نخورده آبم نخورده دیشبم تا صبح بیدار بده صبح تا همه داغ دیده دیگه رمقی نداره خیلی طول نمیشه اما یه وقتی ابی عبدلا شمشیر میزد من گردش دست حسین رو نمیدیدم یه نفهمیدم چی شد یه اخیری ضربه خورد به دستم یه ضربه خورد به پام افتادم شمشیرم از دستم افتاد اومد بالا سرم گفتم کارم تموم الان منو میکشه مدارا رو ببینید دستور دین دیگه مدارات ناس اونم با دشمن حالا گفت حافظ گفته آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا استاد ما فرمود تو با دشمنت نمیخواد مدارا کنی تو با همسایه خودت مدارا کن تو با زن و بچه خودت مدارا کن تو با خودت کن. با شیعه با هم مدارا کن آره ما تو با شیعه مدارا کن نمیخواد با سنی مدارا کنی مو... کارمونیه دیگر... ام... دیگه الان حالا تو بعد با اونها مدارا کرد چون روش خود امام صادق با اونها مدارا میکرد میگه ابی عبدالله اومد بالا سرم دید من افتادم خون داره پر و دستم پا و دستم میره من گفتم الان منو میکشه دیدم شمشیر رو غلاف کرد نه من نمیکشی گفتم نه من با تو پدر کشتگی ندارم ما جنگ دیگه بالاخره من با شما درگیر شدم شما زدیم از فهم دعوای مثلا دینه با تو تو اینو بفهم دین من میگه مدارا دین من دی... چیزی که من دارم براش میجنگم که دینه میگه که دشمن دگه زخمی شد سلاح نتونست دست بگیره دیگه نزنش حالا کی رو نزن؟ ابن قهدبه که لشکر عمر سهد خبیسه اومده حسین رو بکشه اومده بچه های حسین رو اسیر بگیره اومده سیلی بزنه الان دیگه نمیتونه به جنگ سلاح دستش رو نزنش نه که داداشتو نزن ها نه که بردر زنتو نزن ها نه که باجناغتو نزن ها نه که همسایتو نزن ابن قهدبر رو نزن میشه دی اما میشه حلی من بعد از عقل و فهم و فقه و مدارا باید بردبار باشی باید آسانه تحملت بالا باشه زود نباید از کوره در بری زود نباید انتقام بگیری بعد حلم داشته باشی یعنی اونجایی که میتونی ورق به نفع خودت برگردونی تحمل کنی به خاطر یه مسلحت بالاتری صبورن اهل بله صبر باشی اگه به مشکلات به مسائب به گرفتاری خوردی نگه آقا به یه چرا مسجد نمیشه چرا آقا دیگه با این که مسجد میره خب من تو قبلا به خاطر که مثلا دلار پایین بود مسجد میرفتی که حالا دلار رفته بالا نمیای مسجد نمیخوام ماله بکشم رو مشکلاتی که وجود داره ها ولی میخوام بگم که نه صبورن ویژگی آخر فرمود وفیا وفاداره با حرفی که زده ما نیست گفته یا علی پاش نیست. من المؤمنین رجال و ما آهد الله علیه صداقت دارن نسبت به وعده ای که کردن عهدی که کردن وفادارن میشینیم پا میشیم میگیم خدا لعنت کنه مردم کوفه رو میگی چرا میگی الکوفی لایوفی؟ حسن حسین میا کوفه کوفه وفا ندارد میشینیم پا میشیم میگیم آقا خدا مردم مدینه رو در زمان امام امام علی علیه السلام صدر اسلام مثلا مورد رحمت خودش قرار نده یاد چرا میگی میگه وفادار بودن اون هشتاد هزار نفر به قولی که به امیر تو قدیر داده بودن وفا کرده بودن به عهدی که بسته بودن اون اتفاق نمی افتاد. دختر پیغمبر به این در قرار نمی فرزندش سخت نمی و عجیبه که امام زمانم تو توقیه شریفش به شیخ مفید می که اگر شیعیان ما وفادار بودن نسبت به پیمان و عهدی که با ما بسته بودن لما تأخر اليوم نو به ظهور ما اینقدر به تأخیر نمی یعنی امام زمان خودش غیبت رو آسیب شناسی کرده تو این فراز علت این غیبت طولانی شده و علت اینکه ظهور به تأخیر افتاده بی وفایی شیعه ما نسبت به عهدهایی است که با ما دارند. اگر اونا پای وعدشون بودند ما ظهور میکردیم میمنت ظهور ما از اونا به تاخیر نمی افتاد سرور و بهجت ظهور ما به تاخیر نمی افتاد علتش بیوفایی شیعه هست لذا بریم تلاش بکنیم اگر میخوایم اهل رابطه دو طرفه بشه چه خوشبی مهربونی هر دو سر بی که یک سر مهربونی درد سر بی خیلی بودن یه طرفه امام حسین رو دوست داشتن اما امام حسین ندید توشون اون ویژگی هایی که باید محب بشون بشه اگه محب میشد زور آشورا ول نمی کرد بیاد عبی عبدالله شب آشورا به جون غلام سیاش فرمود که آقا تو برای ما زحمت زیاد کشیدی برای جد ما چون غلامی بود که عویزر غفاری بخشید به پیغمبر جون رو بعد پیغمبر آزادش کرد در راه خدا از که رسول الله تالا غلام اجباری بودم حالا هم افتخاری نوکرت باشم خادم میشه پیغمبر در خونه ما رو کسی بسته نیست باش باش بعد از پیغمبر خدمت امیرالمومنین بعد از خدمت امیرالمومنین خدمت امام حسن بعد از امام حسن خدمت علی میشه هر کدوم نه آقا من میخوام نوکر باشم آقا من نوکر نمیخوام من خادم نمیخوام میخوام افتخاری باشم میز یاد بگم در خونه ما برو کسی بسته نیست بودن در محضر امیرالمومنین در محضر پیغمبر در امام حسن هست جون یکی از اون هست شب عاشورا هم عبدالله صداش کرد فرمود که جون من بیعت از همه برداشتم گفتم برید اینا نرفتن از رو تو دو برابر بر میدارم برو تو برای ما زحمت زیاد کشیدی به ما من سنوات گذاشتم که یه پولی برای تو داشتم کنار حق و زحمت برو میتونی یه زندگی لاکشری به قول ما یه زندگی مرفه برای خودت برو ازدواج چون نگاهی کرد به عبی عبدالله و آقا این همه راه رو را اومدن اینجا باید باشم برم کجا برم خوشی ها بوده من اصلا در این خونه نوکری نکردم بس نوکری کنم مثلا کسی به شکل, به شکل نوکر رو من نگاه نکرده تو این سر این سفره کسی من به شکل غلام نگاه نکرده از فهم در تو خیلی برای ما زحمت کشیدی من میخوام مزدتم بدم و بروید. بیعت من افتاد به گریه دست گذاشت روی یه چیزی آقا نکنه من چون سیام خونم سیاه لیا حبیب نمیشم من میدونم ازت بغلش نوشتن تو کربلا عبی عبدالله کاری رو با این قلام سیاه کرد که با علی اکبر کرد صورت به صورت سه نفر گذاشته عبی عبدالله کرده یک علی اکبر دو قاسم ابن الحسن سه جون غلام سیاه عبی میشه؟ سیاه علی انشالله که ما هم غلام اهل بیت علیه السلام باشیم شما انشالله 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 که شیعگی و نوکری اهل بیت رو تو کلام امام صادق علیه السلام پیدا کنیم اهل مدارا اهل صبر اهل فقه اهل فهم و اهل عقل باشیم و خداوند به ما توفیق بده همونجوری که ما اهل بیت رو دوست داریم محبوب اهل بیت علیه السلام هم باشیم آجان خیلی ممنونم انشالله که انشاالله که خداوند توفیق بده با دعای امام زمان که این چنین باشیم یه فاصله کوتاه میگیریم خدمتون هستیم برمیگردیم فکر تو اما سهن و سرایی که نداری داغ حرم و درد بنایی که نداری. له له زدم تا بنشینم لب حوزو فوار ای و آب نمایی که نداری زوار تو حیران که چگونه بنشینم در گوشه تنهایی جایی که نداری انقدر قریبی که نیفتاد کنارت مشک و علم و دست جدایی که نداری پس می شکنم تکه به تکه دل خود را در تکیه یه لبریز ازایی که نداریم سخت است که معصوم زمین باشی و اما عمری بخوری چوب خطایی که نداری حالا به چه حالی بگذارم دل خود را گوشه ایوان تلایی که نداری <متصفح> السلام علیک یا ابا صالح المهدی آجرک الله یا بقیت الله فی مصیبت جدك که جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام آخر زمانه خیلی از شیعیان و غیر شیعه خیلی از مردم عالم مردم کره زمین دچار سختی و تنگنا شدن هم در معیشتشون هم دچار بیماری های مختلف دچار جنگ های مختلف مبتلا شدن به بیرحمی هایی که در جهان حاکم هست شدن امام صادق علیه السلام به ما بشارتی میده میفرمایند که هول مفرج الکرب عن شیعته او یعنی مهدی علیه السلام ارواح له الفدا همون کسیه که سختی ها رو برای شیعیان تبدیل به گشایش خواهد کرد بعد زنکن شدید و بلا عظیم بعد از اینکه در تنگناهای شدید گرفتار میشن و بعد از اینکه به بلاهای مختلف مبتلا میشن مهدی است که مفرج الکرب عن شیعته هست مهدی میاد و همه شیعیان از سختی ها رها میکنه آقا جان خسته شدیم واقعا خسته شدیم در نبودن شما هزار جور تنگنا و سختی ما رو در بر با آمدنت این سختی ها رو تبدیل به فرج و گشایش بکن خودم رو میگم من که آبرو ندارم امام زمانم پدر مهربانم از خود شما درخواست میکنم که برای فرجتون دعا بکنید و از شما بینندگان عزیزی که در این لحظات در ایام شهادت امام صادق علیه السلام سوگوار رئیس مذهبتون هستید درخواست میکنم که دعا بکنید از ته قلبتون برای فرج آقا امام زمان و فیه فرج کن در این دعا برای شما گشایش هست در این لحظات پایانی برنامه به رسم هر روزمون و هر شبمون دعا می کنیم برای فرج آقا امام زمان که خود همین تسلایی باشه برای قلب داغ دیدشون اللهم اجل ولی یکل فرج